درود بر شما. سرخط خبرها. واکنش امریکا بر درخواست امارت اسلامی برای شرکت در نشست بریکس. سخنگوی قصر سفید میگوید که اگر امارت اسلامی در تلاش مشروعیت است باید به تعهدات جهانی عمل کند. و اینکه ایالات متحده آمریکا مخالفت جدی خویش را در مورد اشتراک نمایندگان افغانستان نشان داده است. دیدار رهبر امارت اسلامی با مسئولان دادگاه عالی کشور. شیخ هبت الله آخوند زاده خطاب به مسئولان این نهاد گفته که امور قضایی را طبق شریعت اسلامی انجام دهند. بنان دیدار رهبر امارت اسلامی افغانستان با اونا بسیار مهم بود. ادامه نگرانی ها از کاهش کمک های بشری به کشور. اوچا اعلام کرده که جان میلیون ها تن در افغانستان به دلیل کمبود بودجه در خطر قرار دارد. ژمی پراتک سره به د دغو زموږ د هیوادوالو چې د فقر او تنګرسۍ سره مواجه دي د دوی ستونزې به نورې هم زیات شي. و هشدار امریکا از پیامدهای خطرناک گسترش جنگ میان اسرائیل و لبنان. یک جنگ تمام‌عیار میان حزب الله و اسرائیل برای هر دو طرف ویرانگر خواهد بود. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری پنجسی عصر بگونی زنده از تلویزیون جهانی یک خوش آمدید. امروز جمعه ششم ماه میزان سال 1403 هجری خورشیدی است که برابر میشه به 27 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی. من حامد یوسفزاد و شما بیننده تازه ترین های خبر از افغانستان، منطقه و جهان هستید. قصر سفید در واکنش به درخواست امارت اسلامی برای اشتراک در نشست سازمان اقتصادی بریکس گفته است که اگر امارت اسلامی در تلاش مشروعیت است باید به تعهداتش عمل کند. سخنگوی قصر سفید میگوید که امارت اسلامی با مشروعیت بین المللی میتواند چرخه اقتصادی افغانستان را دوباره به چرخش بیاورد. جزئیات بیشتر با سوسن رحمتی. کاران جان پیر سخنگوی قصر سفید در نشست خبری در واکنش به درخواست امارت اسلامی برای اشتراک در نشست سازمان اقتصادی بریکس گفته است که اگر امارت اسلامی در تلاش مشروعیت است باید به تعهداتش عمل کند. وی گفته است که امارت اسلامی با مشروعیت بین المللی می خواهد تا از فهرست تعذیرات حذف شده و چرخه اقتصاد افغانستان را دوباره به چرخ بیاورد. سخنگوی قصر سفید می گوید که واشنگتن همواره گفته که امارت اسلامی را بر اساس آنچه انجام می دهد قضاوت می کند. ژان پیر اضافه کرده است که در نشست بریکس امریکا به امارت اسلامی اجازه می دهد تا از خود نمایندگی کند. این آرمان ها مستلزم آن است که طالبان به حداقل تعهدات خود عمل کنند. افغانستان نمیتواند اقتصاد خود را تقویت کند مگر اینکه زنان بتوانند در تمام ابعاد جامعه بدون محدودیت سهم بگیرند. همزمان با این، یکی از کارشناسان سیاسی پیرامون نقش نشست سازمان اقتصادی بریکس برای افغانستان چنین دیدگاه دارد. امیدوار هستیم که کشور روسیه پیشنهاد امارت اسلامی را قبول نمایند و اینکه ایالات متحده آمریکا مخالفت جدی خویش را در مورد اشتراک نمایندگان افغانستان نشان داده است. آنها باید بدانند که افغانستان یک کشور مستقل بوده و ایالات متحده آمریکا از وضعیت فعلی سیاسی و اقتصادی کشور ما نباید در مقابل رقبای جانی خویش استفاده نمایند. از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی اشتراک نماینده افغانستان در نشست بریکس را در وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار می‌دانند. احتمال ازی است که افغانستان در نشست بریکس اشتراک بکنه در کازان روسیه، چون از طرف روسیه دعوت شده نماینده امارت اسلامی، در صورتی که افغانستان عضو ناظر بریکس هم قبول شوه، اقتصاد افغانستان بسیار بهبود پیدا میکنه، برای قدرت خرید مردم بالا میره، وضعیت معیشتی مردم تاثیرات مثبت میکنه، یک اقدام خوب است برای مردم افغانستان. از اینکه منابع متمرکز به یک جغرافیا و یک محیط نیست، بنان خوب است کشورها با هم رابط درست اقتصادی داشته باشند، از جمله با کشور روسیه.
افغانستان یکی از کشورهایی است که بالقوه منابع خوبتر داره ولی بالفعل استفادهش کرده نمیتونیم. خلایی که ما داریم متاسفانه تجهیزات لازم نداریم. هرگاه کشور روسیه این سهولت به ما فراهم کرده باشه میتونه این نشست ها به سود اقتصاد افغانستان هم تمام شود و داشتن رابط درست به سود تمام کشورهای زیردخل میتونه تمام شود. گفتنی است که سازمان برکس قرار است از تاریخ 22 تا 24 اکتبر نشست سالانه خود را در شهر کازان روسیه برگزار کند. تا اکنون از دعوت نماینده امارت اسلامی در این نشست خبری نیست. اما امارت اسلامی با اعضای بنیانگذاری این مجمع اقتصادی با شمول چین و روسیه روابط نیک دارد. شیخ هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی با شماری از مسئولان دادگاه عالی کشور دیدار کرده است. دادگاه عالی در خبرنامه گفته که رهبر امارت اسلامی در این دیدار خطاب به مسئولان این نهاد گفته که امور قضایی را طبق شریعت اسلامی انجام دهند و همچنان تاکید کرده است که مسئولان قضایی به جای مجازات مردم را تشویق به اصلاح کنند. دادگاه عالی در خبرنامه ای گفته است که شیخ ملا هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در دیدار با شماری از مسئولان قضایی از آنان خواسته است که با صدور فیصله‌های شرعی عدالت را در کشور تامین کنند. بر اساس خبرنامه رهبر امارت اسلامی گفته است که شریعت با امور قضایی مرتبط است و با توجه به استقلال قوای قضاییه در تصمیم های خود تحت فشار غیر مستقیم یا مستقیم کسی قرار نگیرند و با جرأت کار خود را انجام دهند. در صورت موجودیت نظام اسلامی در یک کشور شهروندان آن باید از حقوق شرعی خود برخوردار شوند. هیچ کس حق ندارد به کسی دیگر ظلم کند یا حق او را ضایع کند. اگر شخص مرتکب ظلم شود وظیفه محاکم است که ظالم و مجرم را جزا دهد، به مظلوم حق بدهد و از ظلم نجاتش دهد. افزون بر این رهبر امارت اسلامی از دادگاه عالی خواسته است که به جای مجازات مردم را تشویق به اصلاح کنند. کاهش مجازات و تشویق به اصلاح چقدر میتواند میانی مردم و حکومت کنونی مؤثر تمام شود؟ موردی که آگاهان چنین دیدگاهی دارند. قوی قضایه یکی از ارگان بسیار مهم در حیات جامعه ماست. بنان دیدار رهبر امارت اسلامی افغانستان با اونا بسیار مهم بود و هست. و ای که برشان گفته که شما از جزا کده کوشش کنین در جامعه اصلاحات بیارین، به نظر ما عرف نیک و بسیار زیاد عالی است. این در حال است که در هفته‌های اخیر رهبر امارت اسلامی به شماری از ولایت‌های کشور رفت و از ارگان‌های مختلف دولتی بازدید و توصیه‌های را نیز به مقام‌های محلی داشته است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که جان میلیون ها تن در افغانستان به دلیل کمبود بودجه در معرض خطر قرار دارد. این اداره افزود که تا ماه آگوست سال روان 25% بودجه برای رسیدگی به نیازمندی ها و پاسخ های بشر دوستانه در افغانستان تأمین شده و بیش از 2 میلیارد دلار بودجه نیاز است. تاجده کلمی با جزئیات بیشتر. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که جان میلیون ها تن در افغانستان به خاطر نبودن بودجه کافی در معرض خطر قرار دارد. اوچه با نشر گزارش افزود از ماه اگست سال جاری برنامه نیازمندی ها و پاسخ های بشر دوستانه در افغانستان تنها 25% تمویل شده و 2.3 میلیارد دلار کم بوده است. تلاش امدادگران در ارائه مراقبت‌های همه‌جانبه برای نیازمندان حیاتی است. امدادگران قصد دارند در سال 2024 به بیش از 17 میلیون نفر کمک کنند. به گفته اوچا نبودن بودجه کافی در روند کمک‌های نجات بخش و خدمات ضروری برای افراد نیازمند مشکل ایجاد کرده است. ژمی پر اتاک سره به دغو زموږ د هیوادوالو چې د فقر او تنګدستۍ سره مواجه دي د دوی ستونزې به نورې هم زیات شي. زموږ غوښتنه دا ده چې کومکونکي مراجع به چې په دغسې اساسو شرایطو کې د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي. این اداره یادآور شده که امدادگران در برخی از مناطق دورافتاده افغانستان در بخش های آموزش، مراقبت های صحی، حفاظت و اطلاع رسانی فعالیت می کنند. پول ها بسیار زیاد عدر رفته، حتی گفته میتونیم که 80% مصارف خود این جیوها و موسسات شده.
جنسی که در بیسکویتی که برای اطفال میتن در کابل اگر دانه 20 افغانی است، اینا دانه 200 افغانی و 300 افغانی از خارج وارد میکنن. اما مثال های دیگه آل فعلا که میگن بودجه کم شده، این اثر بسیار منفی بالای اقتصاد مردم وارد میکنه. گفتنی است که پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که بحران بشری در افغانستان افزایش یافته و بیش از 24 میلیون تن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. مشاور پیشین امنیت ملی امریکا سیاست امریکا در جنگ افغانستان را ناقص دانسته است و توافقنامه صلح دوحه را سند تسلیم امریکا پنداشته و گفته که امریکا باید سیاست فاجعه بار کنونیش در قبال افغانستان دست بردارد و از ارائه کمک ها به افغانستان جلوگیری کند. جزئیات بیشتر با مشعل ایوبی. H.R. مکمستر، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده، از سیاست امریکا در 20 سال حضورش در افغانستان و از سیاست آن کشور در قبال امارت اسلامی در 30 سال گذشته انتقاد کرده است. وی در نخستین دور کنفرانس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در واشنگتن، سیاست امریکا در طول حضور 20 سالش در افغانستان را ناقص و شکست خودی دانسته است. مشاور پیشین امنیت ملی امریکا همچنان سیاست ایالات متحده در قبال امارت اسلامی در 30 سال گذشته را فاجعه بار پنداشته و گفته که آن کشور باید از ارائه کمک ها به افغانستان جلوگیری کند. به نظر من وضعیت افغانستان و فروپاشی نیروهای امنیتی تحمیل شکست بر خود بود. این زدن به ریشه خود مبتنی بر یک توهم بود، مبتنی بر یک داستان خود پرداخته بود تا خروج از این کشور را توجیه کنند. یکی از آگاهان سیاسی می گوید که کمک های بشردوستانه نهادهای بین المللی به افغانستان به افراد بی‌بضاعت و مستحق در کشور توزیع می شود و امارت اسلامی از آن استفاده نمی کند. به زما په نظر امارت اسلامی د خپل هغه داخلي که موایید چې دي دغه په اساس من د خپل هغه دولتداري مختبه او کومي بشري مرستې چې افغانستان سره کیږي هغه خو هغه افغانان چې بېوزله دي، فقیره دي، نو لاسنیوي ته ضرورت لري له هغو سره کیږي. یکی دیگر از آگاهان به این باور است که قطع کمک‌های آمریکا به افغانستان در بخش‌های گوناگون کشور از جمله اوضاع مالی و اجتماعی تأثیر منفی خواهد گذاشت. اما در صورتی که مثلا کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان قطع شود، چون که ایالات متحده امریکا تا هنوز هم بعد از فروپاشی حکومت جمهوری بزرگترین تامین کننده کمک های خارجی به افغانستان است، یعنی بزرگترین ارائه کننده کمک های خارجی است، در اون صورت در افغانستان تاثیرات بسیار منفی داره و در مرحله اول ثبات مالی در افغانستان برهم میخوره و این سبب میشه که ثبات اجتماعی برهم بخوره و در دیگر چه هم تاثیر بدی داشته باشه. امریکا با آنکه 3 سال پیش از افغانستان بیرون شد، اما با کمک های مالیش با افغانستان ادامه داد که تداوم این کمک ها انتقاد شماره از مقام های آن کشور را به دنبال داشته است. دشمنی میان دو خانواده در منطقه هودخیل کابل پس از 20 سال به پایان رسید. اعضای این دو خانواده با ابراز ندامت میگویند که این دشمنی جز افروختن آتش انتقام چیز دیگری به دنبال نداشته است. آنان پس پایان این دشمنی خوشحالند که میگویند که اکنون در فضای آرامش زندگی میکنند. احمد شاه غفاری با شرح بیشتر. دشمنی 20 ساله در میان دو خانواده در منطقه هودخیل از سوی عالمان دینی و بزرگان قوم به پایان رسید. قاضی احمد شاه حقانی بزرگ قوم میگوید که این دشمنی مدت 20 سال و 3 ماه طول کشید و پس از سعی و تلاش های فراوان میان دو خانواده به پایان رسید. با گفته او روزانه یک تا دو قضیه مختلف در این مدرسه حل و فصل می شود. نورونو دغه مسئله چې نن منګه ناشتی زما د حساب نه شل کال او درې میاشتې تقریبا تل سرز تیر شو. داسی به وای چې اوس به د خدای فیصله دغه وه چې دوی د شر نه د خیر خواته راولي، او سبب یې داسې یو څوک کیږي چې هغه بیخي حیرانېدن په کار ورته. د دې سرسرو راتګ، د دې قاضي صاحب منډې، د دې علما صاحبانو منډې ډېرې زیاتې شولې ماته په ما باندې. بالاخره د دې نه وروسته ما خپل وکالت قاضي صاحب احمد شاه ته او قاضي صاحب علاګل ته ورکړ چې په څه رقم ته تاسې پرې کوي نو ماته د قبولو او منلو وړ. در همین حال برخی از باشندگان این محل از حل و فصل این قضیه خوشحالند و امیدوارند تا همچو قضیه ها تکرار نشود.
بعد شل کلو زمنګ دغه قاضی به مچاد او مشرانو ډیر زحمتونه ویستل چې شپه ورځې په دغې کې تپو تلاش وکاوه چې یاره د دغې نه نور څه نه جوړیږي او موږ یې دغې ته دواړه قومه دواړه خپلوان سره راضي کړلو. دغه مسله به دغه د شل کلو دښمني به په ورورۍ بدلیږي او د شل کلو نفرت به په دوستۍ بدلیږي. د نن نه بعد به دواړه لکه د یو ورور د یو خپلو دوستانو غوندې ژوند زندګي کوي. این در حال است که مسئولان امارت اسلامی همواره قضایا را به بزرگان قومی واگذار می نمایند تا به گونه درست و مردمی حل شود. امارات متحده عرب به بیمارستان حوزوی هرات 9 دستگاه هیمودیالیز را کمک کرده است. مسئولان بیمارستان حوزوی هرات این دستگاه ها را در بخش برطرف ساختن چالش های بیماران در این شفاخانه کارساز می دانند. شرح بیشتر از عارف عدیل. این نوع دستگاه همودیالیز از سوی کشور امارات متحده عرب به بیمارستان حوزوی هرات کمک شده است. مسئولان حکومت سرپرست از کمک های کشور امارات ابراز قدردانی کرده و بر تلاش برای عملی سازی پروژه های اقتصادی در کشور تاکید می کنند. در عربی متحده عربی امارات و دی در وقت سر چکل در قصد کمکون شروع کردی نو دی دیر کمکون از مرد وزارت لاری کردی دی اطلاعات پرهنگ سر دی در دقی لاری سر در قصد کمکون چوز دی یاد کرد در نمنی دی او دا پا قرار قرار بانجی دی چل مرد دی پروگرام وینو تقریبا دی کوشش که چی دا دیتا پکار پکار بانجی اغتا زیادت و از نمایندگان و رابطین ملت و دولت دوست امارات متحده عربی که یک همکاری بسیار خوبی را برای بخش صحت ما و مریضان کلیوی انجام دادند تشکر میکنیم. از سوی هم مسئولان ریاست صحت عامه هرات این دستگاه ها را در بخش برطرف ساختن چالش های بیماران کارساز میدانند. قبلا که بوده به تعداد 9 دستگاه ما داشتیم که تقریبا 2 دستگاه از اونا که هست غیر فعال بوده، 7 تا فعال بوده و بعد از او که این دستگاه های جدیدی که اینجا فی الحال آمده تقریبا مشکل 80% مشکل مریضا به حساب رفع میشه. سالهای سال مردم هرات به خاطر نبود دستگاه هیمودیالیز در مزیقی بسیار شدید به سر می بودند و به فراوان مریضایی بود که نیازمند از این دستگاه بودند. امروز ما شاهد اهدا 9 پای دستگاه هیمودیالیز از طرف کشور دوست و برادر امارات متحده عربی به شفاخانه حوزوی هرات بودیم. گفته نیست که 7 دستگاه در بیمارستان حوزوی هرات فعال است که پزشکان ماهانه 500 بیمار را توسط آن دستگاه ها دیالیز می کنند. شبکه مخابراتی اتصالات برای اولین بار فعالیتش را در ولایت نورستان آغاز کرد. زین لابدین عابد ولی نورستان ضمن سپاسگزاری از مسئولان این شبکه مخابراتی به باشندگان این ولایت اطمینان داده که به زودی تمامی مناطق نورستان از خدمات شبکه های مخابراتی بهره مند خواهند شد. شبکه مخابراتی اتصالات برای اولین بار فعالیتش را در پارون مرکز ولایت نورستان آغاز کرد. زین العابدین عابد والی نورستان در مراسم افتتاحیه مرکز خدمات مشتریان این شبکه ضمن سپاسگزاری از مسئولان این شبکه مخابراتی به باشندگان این ولایت اطمینان داده که به زودی تمامی مناطق نورستان از خدمات شبکه های مخابراتی بهره مند خواهند شد. چه کل زراغ لمدلتا نورستان ولایت تا صرف یو د افغان بیسین شبکه دلته فعاله وه، البته هغه هم څه ناس ضعیفه وه، خو الحمدلله چې موږ رئیس صاحب ته خبره وکړه او د رئیس صاحب په هلو ځلو په کوششونو باندې اوس دغه ده چې د اتصالاتو شبکه او دفتر هم فعال شو دلته. با این حال عبدالرحمن صافی مسئول شبکه مخابراتی اتصالات با اشاره به کیفیت خدمات از سایر شبکه ها خواست تا خدمات خود را در این ولایت آغاز کنند. پولیس ته به انشاءالله موږ ښه خدمات ورکوو، د مخابراتو د وزارت د اطرا طرزالعمل په اساس باندې. باشندگان شهر پارون ضمن ابراز خرسندی از آغاز کار شبکه مخابراتی اتصالات میگویند که با افتتاح این شبکه مشکلاتشان در این ولایت حل شده است. نو داسې غواړو چې دا پرمختللې ماشین وکارول شي او د خلکو ستونزو د هغه په خبرو کې چې نخته ونه شي که نه په صاف انداز باندې یو بس تماشي نه خپل خبره مطرح کی او مصرف هم کم راځي او د خلکو غوښتنه هم دا ده. گفته نیست که شبکه مخابراتی اتصالات اولین شرکت مخابراتی است که فعالیتش را در ولایت نورستان آغاز کرده است.
شماری از باشندگان شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان از نبود کار در این ولایت شکایت دارند. آنها نبود زمینی کار و اشتغال مناسب در این ولایت را چالش جدی دانسته و از مسئولان امارات اسلامی می‌خواهند که در بخش اشتغالزایی برای مردم این ولایت تلاش جدی کنند. این جمعی از کارگران است برای پیدا کردن کار به چوکی مرکزی شهر پلخمری آمدند. اما تا کنون موفق به دریافت کار نشده اند. از امارت اسلامی می خواهند برایشان زمینه کار را مساعد کند. امارت اسلامی نمیخواهد نداده شدید. ایوادال پاره و کار برابر کی. روایت ناداری و بیکاری با این خلاصه نمی شود. محمد داود باشنده ولایت سریپل است که برای دریافت کار به شهر پلخمری آمده است. او چاهکنی می کند و از روایت ناداری و بیکاری سخت شکایت دارد. مقصد می شود. در یک ماه فمسال می ریم یک در روز یا هشت روزی در کار می ریم. او رم در مزدوری آباد نیست. نبود زمینه کار به یکی از چالش‌های بزرگ اجتماعی در کشور مبدل شده و این چالش سبب شده شمار گسترده ای از شهروندان کشور برای دریافت کار به مهاجرت روی آورند. در 300 افغانه یا مثلا ما مردم مسافر 100 روپیش هم دیگه هتل میگیره، در 200 روپی ازید مثلا 6 نفر در یک فامیل یا 7 نفر هستیم، روزگار ما پیش نمیره. در همین حال قاری نصرت الله پارسا رئیس کار و امور اجتماعی ولایت بغلان میگوید که طی 7 ماه برای تعداد 1800 تن از شهروندان این ولایت در فابریکه سیمنت غوری، زغال سنگ شمال و کارخانه نساجی پلخمری زمینه کار مساعد شده است. به خاطر از اینکه برشان زمینه کار پیدا شوه ما کار روان کردیم، اینها را سروی کردیم و هر اداره ای که میخواستن کار بکنن، سیمیت خانه، نساجی و یا تصدی زغال سنگ شمال و هر اداره که علاقمند بودن، کسایی که میخواستن در تصدی زغال سنگ شمال کار بکنن برای از او معرفی کردیم، کسایی که در ریاست نساجی میتونستن کار کنن اونجا معرفی کردیم و کسایی هم در ریاست سیمنت غوری معرفی کردیم. این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که سازمان جهانی مهاجرت همواره از اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای ایران و پاکستان خبر داده است. بر بنیاد آخرین آمار 1.5 میلیون پناهجو در 8 ماه گذشته از این کشورها اخراج شدند. مدیریت عمومی ترافیک ولایت پکتیا آمار کشته شدگان رویدادهای ترافیکی در 6 ماه پسین امسال در این ولایت را منتشر کرد. مدیر عمومی ترافیک پکتیا میگوید که در این مدت در پی رویدادهای ترافیکی جداگان 9 تن جان باختند و 49 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان مدیریت عمومی ترافیک ولایت پکتیا میگویند که در پی وقوع رویدادهای ترافیکی در 6 ماه نخست امسال در این ولایت 9 تن جان باختند و 44 تن دیگر زخمی شدند. مولوی محمد منصور مدیر عمومی ترافیک پکتیا میگوید که در میان جان باختگان این رویدادها زنان و کودکان نیز شامل اند. سکل پیل را شروع نو طول تقریبا ملی مگا ننفر لرو سی حدیثاتو که اپاد سوی دی او زخمیان نسل ویخ نپر لرو سی پیغوی که ماشمان زنانا نارینا در طول پکی موجود دی پا مولو که هم همداشی. همچنان مسئولان از رانندگان می خواهند که قوانین ترافیکی در زمان رانندگی را رعایت کنند. سی دی لخپل زن سر لخپل ولد سر احتیاط وکړي. بل دغه سي مقصد د کوم ځای کې ترافیکي سیګنالونه دي باید په ښه طریقه سره مراعت کړي، تر څو په هغه ځای کې هم د نه مراعت کولو په وخت کې د حادثات کېدای شي. نو دغه د موږ له هیوادوالو نه هیله او غوښتنه ده. باید به متوسط ترافیکي کې هست که عبارت از علائم است که بالای جاده نصف است و اشارات ترافیکی است. اگر پلیس ترافیک موجود باشد یا نباشد باید اشارات یا مراعات کنند و خصوصا خواهش مجلس است که قانون ترافیک بسیار بالای خود تطبیق کنند و مراعات کنند تا بتوانند هم مالشان هم سرشان در حفظ و امان باشد. با این حال شماری از رانندگان علت عمده وقوع رویدادهای ترافیکی را به احتیاطی رانندگان میدانند. اکثر ترافیکی پیک دی ریوران به احتیاطی لوجکی او بل اکثر ډریوران نه لیسنس نه لري، دا ډیر پیکي د لیسنس له وجه کې لیسنس نه درس نه د لغه نه د بس خالی بس پټای خرڅ کړه دغه خیسه د موټر بس سرک ته رو بس خامه حادثه ترافیکی پیکي تر کیږي.
این در حال است که چند پیش جاده‌های مهم شهر و بازار گردیز با نصب و تنظیم اشارات ترافیکی آراسته شده است. مسئولان گفته بودند که با نصب اشاره‌های ترافیکی رویدادهای ترافیکی در این ولایت کاهش یافته است. به دومی خبر باز هم خوش آمدید. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که یک جنگ تمام عیار میان اسرائیل و لبنان فاجعه بار خواهد بود. او از هر دو طرف درگیر خواست تا به جای جنگ و تقابل راه حل دیپلماتیک را در پیش گیرند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین از جامعه جهانی به ویژه آمریکا خواست تا ارسال تسلیحات به اسرائیل برای پایان دادن به خونریزی در کرانه غربی رود اردن و غزه متوقف کنند. در ادامه نگرانی های جهانی از افزایش تنش ها در منطقه، لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داد که جنگ تمام عیار میان اسرائیل و لبنان فاجعه بار خواهد بود. آقای آستین پس از دیدار با همتایان بریتانیایی و استرالیاییش در لندن از طرف های درگیر خواست که به جای جنگ از راه دیپلماتیک مسائل را حل کنند. The situation in Lebanon and northern Israel is deeply troubling. یک جنگ تمام عیار میان حزب الله و اسرائیل برای هر دو طرف ویرانگر خواهد بود. دو طرف درگیر به جای جنگ و تقابل راه حل دیپلماتیک را در پیش گیرند. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دیگر رهبران جهان خواستار یک آتش‌بس بی‌درنگ 21 روزه میان اسرائیل و حزب الله شدند، اما اسرائیل این پیشنهاد را رد کرده است. در همین حال محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین از جامعه جهانی به ویژه آمریکا خواست تا ارسال تسلیحات به اسرائیل را برای پایان دادن به خونریزی در کرانه غربی رود اردن و غزه متوقف کنند. آقای عباس این اظهارات را در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد. این جنایت را متوقف کنید، همین حالا متوقف کنید، کشتار کودکان و زنان را متوقف کنید، نسل کشی را متوقف کنید، ارسال سلاح به اسرائیل را نیز متوقف کنید. Good evening. دنی دانون سفیر اسرائیل در ملل متحد در جریان سخنرانی بر عباس به خاطر نامی نگرفتن حماس تاخت. That's why the government decided. دولت خودگردان فلسطینی تحت رهبری او به کسانی که اسرائیلی‌ها را میکشند معاش میپردازد. هر کی بیشتر بکشد عباس به او معاش بیشتر میدهد. تنها زمانی که او بر سکوی ملل متحد میستد از راه حل دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز صحبت میکند. این در حال است که وزارت صحت غزه بدون تفکیک نظامیان از غیر نظامیان گفته است که از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در غزه بیش از 41,000 نفر جان باختند. رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت. تا برنامه بعد خبری و دیدار، خدا نگهدار.